بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در پیش رو اوقاتی بهتر داشته باشید. این ویروس کرونا نتونسته باشه نظم زندگیتون رو به هم بزنه، ضمن اینکه در تمام کشورهای جهان تونسته به اصطلاح نظم و ترتیب رو به هم بریزه و خیلی ها متاسفانه که روزمزد هستن و اینها اوضاع بدی در انتظارشون هست. و امروز نگرانی بود که در همین آمریکا 40 میلیون دانش آموزی که توی مدرسه صبحونه میخورن، نهار میخورن، اینها ممکنه گرسنه بمونن و از لحاظ تغذیه مشکل داشته باشن. خوشحالم که سعید دوستمون که در آموزش پرورش آمریکا کار میکنه خبر داد که اینجا هم مردم هم قانون و اینها به اصطلاح کارایی میکنن، وسایلی گرفتن که این بچه ها از خونه بتونن درس بخونن، حتی برای خوراکشون اینا نشنال گارد، آقایون ایرانی که وقتی سیل میاد با ماشین نفربر میایین توی شهر مردم رو میترسونین، احمقان، نشنال گارد برای اینی که میاد نظم شهر رو رعایت میکنه ولی به مردم خوراک میده. میز گذاشتن روی میز توی بسته های پلاستیک قشنگ به مردم خوراک میدن و اینها. ولی کل ماجرا اینه که آقای ترامپ در این 3 سال آمد، چون این فقط 2 تا چی مد نظرش هست، یکی عدد و رقم پول و دارایی و یکی عدد و رقم محبوبیتش که هر دوش الان لجنمال شده. یعنی تمام اون پوزی که داد در 3 سال گذشته و این سوار بر موجی شده بود که این موج زمان اوباما شروع شده بود و رفت بالا و اینم هر روز هی میمد میگم نگاه کنید استاک مارکت چطور شده، نگاه کنید آمار بیکاری چطور شده و فلان اینها، در عرض همین 1 هفته تمام چیزایی که اندازه‌ای که به اصطلاح استاک مارکت رفت بود بالا آمده پایین و نگرانن که از اینم پایین تر میره و اوضاع بدی رو منتظرش هستن. حالا ببینیم باز هم سماجت میکنه و با حماقت خودش، پافشاری خودش وای میسه یا سکان رو به دست کسی میده که وارد باشه. برای من خیلی جالب بود که این ترامپ مخلوطی از نادانی شاه و حماقت آخونداست و این کارهایی که انجام میده شما نگاش میکنی میگی اه شاه هم اینجوری بود، میاد وای میسه اونجا، تمام این آدمایی که دکترن، جنرالن، طرف فرماندار بوده، حالا نخست وزیر، معاونش هست، وای میسه جلوی این همون ماجرای دوره شاه تحت رهبری های شاهنشاه آریامهر، همشون یکی پس از دیگری میگن با نمیدونم عمل کرده ترامپ ما اینجوری اونجا. این مردک دیوانه 6 هفته حتی از ژانویه خبر داشتن درباره این کرونا ویروس ولی 6 هفته است که اینجا دیگه علنی شده، همه میدونن، هرچی بهش میگن میگه نه 15 تاست، اینم تموم میشه میره و اصلا من نگران نیستم، میرم دست میدم به این و اون. حالا هم خودش، هم دخترش، هم کسایی که به اصطلاح توی مجلس هستن و اینها، یه عده یکی یکی دارن میان جلو، چون آمریکا اگه تعداد اینایی که مبتلا شدن کمه به دلیل اینه که وسیله نبوده که آزمایش کنن. مثل این که من هیچ وقت نرم دکتر بگم چقدر سالمم، سرطان ندارم، در صورت که اگه 20 سال پیش رفت بودم دکتر سرطان داشتم. خلاصه کشوری مثل کره جنوبی میبینید روزی 10,000 نفر رو آزمایش میکنه ولی آمریکا هنوز اندرخم 30 تا و 40 تا مونده، تا جایی که دیگه این آقای دکتر فاوچی و اینها صداشون در اومد گفت ما فیل کردیم. فیل کردیم یعنی مردود شدیم. و دیروز دوستان حتما این خانم رو پیدا کنید، خانم پورتر که یک پروفسوری بوده اگه اشتباه نگم اسمش رو، یه پروفسور جوانی هست، یکم ماشاءالله توپله و این دفعات قبل چنان پدر این وزیر وزرای ترامپ رو به اصطلاح سوزند و آبروشون رو برد، آبرویی که ندارن، ولی دیروز اون رئیس CDC یه آقایی هست
چاق ریش داره، کچل هست و اینم همین هی وای میسه پشت سر ترامپ اینجوری میکنه و اینها. این رو آورده بودن تو مجلس، این خانم در حضور دوربین ها در برنامه به اصطلاح زنده ازش اقرار گرفت که شما باید تمام این آزمایش ها رو مجانی برای مردم آمریکا، برای همه انجام بدید. حتما این ویدیو رو پیدا کنید و اگر سعید یا دوستان دیگه بتونن این لینک رو پیدا کنن بفرستن ممنون میشم، چون دیشب هم توی برنامه Last Word با لارنس اودانل بود، توی اونم نشون داد، ولی امروز وقتی من این لینک رو برای پتیک فرستادم اون قسمت که توی مجلس نشون میده به یه آقای دکتر میگه من از هفته پیش به شما با دو تا نماینده دیگه نامه نوشتم، بهتون گفتم که شما طبق قانون میتونید بدون اجازه رئیس جمهور، بدون اجازه مجلس این کار رو انجام بدید در شرایط اضطراری. الان هم شرایط اضطراریه، این کار رو انجام میدی یا نه؟ هی میگه ما سعی میکنیم بهترین کار رو انجام بدیم. انگار این رضا پهلوی هست مثل ضبط صوت یه چیزی رو میگه، گفت ببین انجام میدی یا نه. آخر مجبورش کرد و واقعا آفرین بر خانوم ها که اینجوری با مقاومت این سیستمی رو که ترامپ داشت به لجن میکشید باز اینا نگه داشتن و امیدواریم یه اتفاقی بیفته و از این بدتر نشه. این از ماجرای آمریکا. دوستی همون آقای پتیک نوشته بود که از کریس کومو که برنامه پرایم تایم داره و ساعت 9 شب میاد، برنامه خوبی هم اجرا میکنه، برادرش هم فرماندار نیویورک هست و اینها، پرسیدیم چرا راجع به ایران صحبت نمیکنید. دوستان ممکنه باورتون نشه، انقدر آمریکا خرابکاری کرده که وضع ایرانی که انقدر خرابکاری کردن حتی به خاطر انتخابات صداشون در نیامد، توی جدول های موجود وضع ایران از آمریکا بهتره. حالا میگید چرا؟ چون اقلا ایران هر جوریه، آزمایشش هر جا هست، رفتن آزمایش کردن فهمیدن این فلان وزیر مرض داره، اون یکی کرونا گرفته، فلان اینها، تعداد این شماره ها هست. آمریکا چون این آزمایش ها رو انجام نداده تعداد مبتلایان حقیقی درست و معلوم نیست، پس تعدادشون کمه، ولی تعداد کشته شده ها که 48 بود امروز صبح اینا زیاده. من حالا آمارش بهتون نشون میدم، ببینید که وقتی که یک نادان در رأس کار قرار میگیره چه ضررهایی به مملکت میزنه، به نسل آینده میزنه و الی آخر. بیایم اینجا عکس های امروز Today's Images اینجا و این آمار رو نگاه کنید. این آماری نیست که ما درست کرده باشیم یا از طرف ایرانی ها باشه. پلیر 3 برای شما تا من در موردش صحبت کنم. ببینید چی نوشته. اینجا یکی برای خودم باز کنم و قبل از اینکه صدای مانی خورسندی در بیاد شاکی بشه که چرا آقا ماوست صدا میده. ببینید دوستان این دو سه روز پیش بوده، میگه که آمریکا تعداد کیسایی که معلوم شده 239 تا، تعداد تلفات 14 تا، پس 5.9% تلفات داره. الان این عددا فرق میکنه. چین 3.8، ایتالیا 3.8، ایرانی که دوست ما میگه چرا دیگران راجع بهش صحبت نمی کنن، ببین آقا ایران در ردیف 4 قرار گرفته. حالا یا دکترا زحمت میکشن یا مردم واقعا زحمت میکشن، به هر صورتی که هست نگاه کنید کمرای 2، ایران در مقام 4 قرار داره و میگه تا امروز، تا اون روزو که دو روز سه روز پیش بوده، میگه و این از صفحه US Fact حقایق آمریکا بیزینس اینسایدر آمده، میگه تا اون روز نزدیک 5000 نفر کیس و مبتلا پیدا شده، 124 نفر فوت شده بودن، 2.6، و این آقای فاوچی میگه که این 10 آنفولانزا تلفات میگیره. الان دیگه مطمئنم شما هم اطلاعاتتون از من بیشتر و وسیع‌تره و حتی پسرموی من از ایران نوشته بود روش مبارزه با این خاک شیره. حالا من نمیدونم خاک شیر بخوری قبلش که نگیری یا اگه خوردی خاک شیر بخوری که بره بیرون.
اینایی که ایران بودن و همسن سالای ما بودن میدونن هر مرضی ما میگرفتیم یا جوشونده بهمون میدادن یا خاک شیر بهمون میدادن. هر از 6 ماهی هم میگفتن بشین کنار حوض مسهل. حالا نمیدونم چرا کنار حوض، ما باید کنار توالت میده. خب شاید چون باید آفتابه رو میآوردید به حوض. در هر صورت این دوا درمون ایران توی 50 سال گذشته بوده، هنوزم دوباره مثل که همون آش و همون کاسه و برگشتن به همون زمان. و خبرهایی میاد یا آقای دکتری میگه من پیدا کردم، یکی گفت تو ترکیه پیدا کردم، و جای بسی نگرانیه که در آمریکا، آمریکایی که ما فکر میکنیم اینقدر فری انترپرایز، شرکت‌های خصوصی میتونن هر کاری انجام بدن، همین CDC، همین آقای چاق توپل و سازمان دولتی ترامپ اجازه نداده بود به شرکت‌های خصوصی که بیان آزمایش‌های جدید و سریع رو راه اندازی کنن. الان توی بعضی از کشورها به صورت درایوین، یعنی شما همونجوری که داری میری ساندویچ میگیری میری، تو ایران نمیدونم درایوین هست یا نه، میتونی تو خیابون که داری میری وایسی، میان آزمایش میکنن و بهت میگن. اون وقت اینجا ما گرفتار شارلاتانی هستیم که وقتی بهش گفتن آقا با اینایی که دست دادی، اینا یه چند تاشون به اصطلاح این مرض رو گرفتن، گفت نه من نگران نیستم، بازم دست میدم. البته مسخرش کردن، شب گفتن این از بس شکموه وقتی که این چیزها رو، آخه آزمایش این به این صورتی که دهن تو با یه دونه از این چیزهایی که مثل گوش پاک کن هست به اصطلاح بزاق دهانتو میگیرن و یکی هم توی دماغت، گفتن اینا رو برمیداره میخوره. یعنی این مردک دیگه اگر آبرویی هم داشت که نداشت به خاطر سالها فلان اینا چی میشد. حتی دیشب یا پریشب بود توی برنامه ها میگفت که این اینجوری حرف میزنه مثل کسایی که میرن یه جایی مسابقه گلفه، اونجا یک زن مثلا خودفروشی هم هست و این طرف اینو بلند میکنه میره باهاش سکس بدون پروتکشن، یعنی بدون کاپوت سکس داره. بعد گفت خب این که همین ترامپه، یعنی میگفت اینجوری میکنه. بعد حالا از دیروز تا حالا که اون رئیس جمهور برزیل و پرس سکرتری اونم آمده بوده و اصلا بخور بخوری از چنان پولی خرج میکنه، این هی پولای مردم بیچاره رو میده به هتلای خودش و به شرکتای خودش، و امیدوارم یه روزی واقعا یقهشو بگیرن. و دیدم اون روز آقای آریانپور یه نامه خیلی قشنگی نوشته بود، این نماینده های مجلس میدونید که از 365 روز 111 روز بیشتر کار نمیکنن، همش میگن ما را داریم میریم نمیدونم با مردم صحبت کنیم فلان اینا، ولی این پدر سوخته ها شهریه بچهشون مجانیه، بیمه های خودشون بهترین بیمه است. و بدبختی اینه که بعد از اینم که حالا 20 سال و 30 سال و هر کوفت و زهر ماری میمونن، بعدم میرن هنوز حقوق دارن. یکی گفته آقا مگه تو آمریکا وقتی یک شرکت کار میکنه وقتی میره دیگه حقوق داره، حقوق خودش بازنشستگی اگه ضبط به اصطلاح جمع کرده باشه پس انداز کرده باشه میمونه، اگه نه از بین میره. در صورت امیدوارم که یه تغییر اساسی داده بشه تا این آمریکا، این چه آمریکا، ما چه حسابایی ازش میکردیم، گفت چه فکرایی میکردیم، چه ها که شد واقعا همینه. ولی صحبت از آقای پتیک شد، اجازه بدین من پیام ایشون رو پخش کنم. لطف کردن پیام گذاشتن و ببینیم که چی میگن. بله این برنامه قبل از این برنامه من برنامه کانون آوا بود، قبل از اونم امروز دیگه خیلی پرکار شدم، قبل از اونم با آقای احمد علی مسعود انصاری صحبت کردیم که ویدیو اونم روی یوتیوب گذاشته شد، ویدیوهای صحبت‌های ما با آقای مهدی سجودی و آقای شهروز تاج بخش هم می‌بینم که کانون آوا سری زحمت کشید و گذاشت روی یوتیوب هست، توی بایگانی آوا هم هست، حتما اینا رو ببینید. و دیگه این روزا خوب شده با تلفناتون هم میتونید ببینید و اینها. ممنون و متشکرم از سعید عزیز کارگردان فنی ما که اون ویدیو رو گذاشت. دوستان روی یوتیوب، روی فیسبوک هست، برید الان الان نه بعد برنامه برید ببینید که این خانمی که سال دومش هست، شاید هم هنوز سال دوم، فرشمن به اینا میگن، مثل آشخور، مثل روکی، این چون پروفسوره و قانون اساسی رو درس میداده، بعدم آمده حالا توی
مجلس ببینید چجوری اون دفعه پدر اون وزیره رو در آورد، دیروز پدر این مردک رو در آورد، که اینا یه مشتی آدمای لاشخور بله قربانگو بادمجون دور قابچین هستن، ولی یه افرادی مثل این واقعا قابل تقدیره. من حتما امروز یا فردا هم برای ایشون ایمیل میفرستم، هم زنگ میزنم تشکر میکنم، حتی اگر اینا به دست خودشون نرسه و اون استفا یا استفرشون به اصطلاح باز کنن، ولی اینا بدونن که مردم قدر اینها رو میدونن. ممنون و متشکرم. و میگه که درود بر شما، متاسفانه باید رانندگی کنم، میشنوم شما رو نمیبینم. آقا ما که قیافمون همون قیافه دو روز پیشه، هر وقت میرم دکتری میرم جایی میگه چیزی عوض شده، میگم فقط سنمون، پارسال اینقدر بود 63 بود، حالا شده 64. و این برنامه‌های تلویزیونی حقیقتاً رادیو، برنامه تلویزیونی ایرانی حقیقتاً رادیوهای تصویری هستن. و حالا بهتون این مژده یا این نوید رو یا این خبر رو بدم که آمریکایی‌ها دوباره برگشتن به طرف رادیو. شما همین پادکستی که میگن پادکست، این پادکست یه نوع رادیویه که با تلفنت تو ماشین میتونی گوش بدی، تو آفیست میتونی گوش بدی. و خیلی ممنون که شما اینو گفتید. من هفته پیش که نتونستیم متاسفانه با آقای لادن باشین، بعد یک مقاله‌ای رو آقای لادن نوشته بود، من بهشون گفتم این مقاله‌ای جالب شما که کوتاه هم هست چقدر خوب میشه که گویا باشن، که منی که تنبلم یا وقت ندارم یا دارم یه کاری میکنم گوش میدم، اینا رو داشته باشم. آقای لادن گفتن که وبسایت هایی که من این مقاله ها رو میفرستم از جمله گویا و دیگران، اینها گزینه‌ای برای صدا ندارن. گفتم خب کاری نداره، یکی مثل من، یکی مثل پتیک، یکی مثل ایکس، ایگرگ، سعید، اینا بردارن برای گویا بنویسن. ای گویا، شما که اسمت هم گویا هست، چقدر خوب میشه که بیای هر کسی مقاله میفرسه بهشون این گزینه رو بدی که این مقاله رو با صدای خودشون بخونن و بذارن اونجا، یعنی یک گزینه یا یک آپشن اضافه بشه. شما حتما دیدید میرید فال حافظ نمیدونم اینها میخونید، بعد اون پایین یه نفر خوندتش، بعد شما میخونید مثلا میگه این چه به ما گفتید قمر، این قمره، مثلا میزنم بمانه. در صورت باید پیشنهاد کرد، باید به این دوستان گفت، ازشون قدردانی کرد، کار مشکلیه. هی فکر نکنید، میگم این چند سال پیش این احمق بهبانی معتاد گفت که کاری نداره که خبرها رو میگیرن میذارن اونجا، خودش دو روز خواست انجام بده، چون آدم اصلا نه پشتکار داره نه چیز بود، نتونست انجام بده. در صورت همین گویا دیگران که به نظر من و شما آسون میاد، کار مشکلی رو دارن انجام میدن، امیدواریم در کارشون موفق باشن. به به به، خانم جیلانی میگن شما به غیر از این که سنت بالا رفته خوش تیپ ترم شدی. چون خانم جیلانی، من وقتی رفتم فرانسه رفتم اونجا و ایشون رو دیدم، ایشون دیگه میتونه قضاوت کنه که ما برعکس بعضیا که جلوی دوربین ماتیک و سرخاب و رنگ مو و اینا میکنن، بعد وقتی معمولی میبینیشون وحشت میکنن. خیلی ها به من گفتن وقتی منو میبینن میگن آقا شما اینجا خیلی قیافت بهتر از تلویزیونه. میگن برای که وسایل تلویزیون ما از نورش گرفته تا دوربینش گرفته و اینها وسایل خوب و بروزی نیست. یه دوربینو که خدا میدونه چند سال پیش، نزدیک 15-16 سال پیش من خریدم $4,000، امروز فکر نمیکنم واقعا $100 هم بخرن، هنوز داریم با اون استفاده میکنیم و به خاطر جای تنگی که داریم نور و چراغ و میکروفونای خوبی داریم، ولی اونا رو هم نمیتونیم استفاده کنیم، از همین چراغای معمولی شاپ و اینا استفاده میکنیم. ولی با همه اینها داریم زور خودمون رو میزنیم، تلاش خودمون رو میکنیم و با شما هستیم. شما هم لطف کنید اگر میتونید حمایت کنید. برای دوستان گذاشته بودم که تلویزیون مردم به حمایت شما احتیاج داره، دیدم که دوستمون آمده بود و این رو گذاشته بود و شیر کرده بود، نگاه کردم گفتم خب حتما تو ایرانه، نمیتونه کمک کنه، اقلا اینجوری کمک کرده. بعد دیدم نه خیر، ایشون تو کاناداست. خب آقا شما که تو کانادا هستی اگر این کارو میکنی ما ممنونی، ولی اگه کمک کنی بیشتر ممنون میشیم، و اگه شما کمک نکنید، من از اونی که توی یزد و اصفهان و شیراز هست با اون وضع باید انتظار داشته باشم. در هر صورت امیدوارم که ای که دستت میرسد کاری بکن. اجازه بدین من صدای این نوار
پیام پتیک رو باز کنم و با هم گوش کنیم. ضمن اینکه یک چیزی هم اینجا ما داریم، این رو بذاریم برای شما دوستان اگه بتونم پیداش کنم، که میگه صدای مردم از تلویزیون مردم. معمولا روی دسکتاپ توی کامپیوتر حقیقتا اندازه مثل میز اتاق کارتونه، این کار رو انجام میده. روی این باید 4 تا 5 تا داشته باشی، هم شلوغ نشه هم کامپیوترت رو سلو نکنه. ولی ما هی میذاریم، بعد که میخوام یه چیزی رو پیدا کنیم پیدا نمیکنیم. به همین کلکی که به شما زدم باهاتون صحبت کردم پیدا شد. صدای مردم از تلویزیون مردم. خب ما همیشه گفتیم تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم. پتیک گفت اضافه کن بهش و با حمایت مردم. و خودش الان 5 سال هست که هر ماه، باور نمیکنید، دو ماه پیش کمک ماهای آینده رو میفرسته. من به نوبه خودم ممنون و متشکرم که همون افرادی مثل ایشون هستن که ما رو به اصطلاح تشویق میکنن که باشیم و برای شما برنامه اجرا کنیم. با هم بشنویم صدای پتیک رو از کالیفرنیای زیبا. مسیج به وسیله گوگل. بله، 1 دقیقه و 17 ثانیه. کاکو جون سلام، پتیک هستم. این فیلم زندان تیوانای مکزیک را برای بار دوم دیدم و شنیدم. از یک لحاظ باید به رئیس زندان تبریک گفت که با حداقل هزینه برای دولت و مخصوصا ملت چنان نظمی به زندان داده که حتی دعواهای فردی را به حداقل رسانده. همانطور که گوینده اشاره کرد، حتی برای اینکه از درگیری گنگ ها در داخل زندان جلوگیری شود، استفاده از آفتاب آن هم فقط به مدت 2 ساعت در هفته را به گروه های 12 نفری تقسیم نمود و به لحاظ شورش سال 2008 که منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعدادی شد، هر چند وقت یک بار ناگهان بعضی از بندها را تحت بازرسی شدید قرار می دهند تا اسلحه‌های دستساز ساخته نشود. یکی از کارهای جالب در زندان آن است که برای افرادی که در قسمت آشپزی و جاهای دیگر کار می کنند، در ازای هر 2 روز کار 1 روز از زندانشان کم می شود. البته برای افراد معمولی. البته زندان اشکال و کم‌کاستی‌های زیادی دارد، اما با مقایسه با زندان‌های آمریکا و مخصوصا خصوصی بودن و ممر درآمد برای ثروتمندان، جای پرسش و تحقیق رو برای شنوندگان شما به جا می‌گذارم. متشکرم. دوستان 1 دقیقه و 17 ثانیه. سلام و احوالپرسی و درباره چی صحبت می‌کنم و اسم و همه رو گفت. یه فیلمی بود، گزارشی بود، زندان تیوانا توی مکزیک، و این زندان وسط شهر بوده. سال 2008 هم یه اعتصابی کردن، چند نفر کشته شدن و اینها. یه آقای اومده و الان یه روشی رو گذاشته، درگیری ها کمتر شده و اینها، و یه روش تشویقی هم گذاشته، اگر یه نفر 2 روز میره تو آشپزخونه کار میکنه، 1 روز از زندانی مدت زندانیش کم میشه. ضمناً نشون داد که اونجا چند تا آمریکایی هم هستن و این آمریکایی‌ها به اصطلاح وضع خیلی بدی داشتن، ولی تنبلی آمریکایی‌ها اونجا هم به اصطلاح نشون داده میشد که اینا حاضر نیستن حتی اونجا زبان مکزیکی یاد بگیرن، بتونن با دیگران کامیونیکیشن یا ارتباطات داشته باشن و وضع خیلی ناجوری دارن. البته اینا هم آدمای سالمی نبودن، کسایی بودن که به طمع پول و مواد مخدر و فروختن اسلحه و آوردن مواد از اونجا رفتن، گرفتار شدن. ولی این فیلم رو حتما ببینید و اگر کسی هم لینکشو پیدا کنه بذاره اینجا، چون من الان برام مشکله، ممنون میشم. این فیلم آدم ببینه قدر آزادیشو بدونه. و باور نمیکنید که خود این زندانیا خیلی هاشون میگفتن ما از اینجا نمیخوایم بریم، چون اگه بریم بیرون، اونایی که با همون اون موقع هم دست بودن، حالا یا باید باشون همکاری کنیم یا اگه همکاری نکنیم ما رو میکشن. دوستان عزیز، پیام پتیک رو شنیدیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از هر صنف و مذهب و مسلکی که هستید، و بریم چند تا از این خبرها رو بگیم. ضمناً امروز چون 13 ماه مارس هست، برابر با 24 اسفند 1398 میشه و 24 اسفند میگن زادروز
رضا شاهه. حالا شما نگاه کنید این چیزایی که دروغ میگن، خب اگه زاد روز رضا شاهه یعنی رضا شاه اون موقع شناسنامه ای بوده، یه جا نوشتن تولدش، تاریخی داشتیم، زندگی داشتیم، اینجوری نبوده که ایران همش شپش باشه و نمیدونم فلان باشه. بمان داستانی رو آقای آریانپور فرستاده بود، من البته آقای آریانپور جواب داده بود به اون دوستمون که آقا این خشت اول چون نهن معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. گفتم نه فقط خشت اول رو رضا قلدر و پسر نادان و کمدانش محمد رضا شاه کج گذاشت، همه خشتا رو کج گذاشتن، چنان شد که این دیوار ریخت رو خودشون و خانوادهشون. رو شما فکر کنید، شما بشید شاه مملکت نری دیدار پدرت، پدرت رو پادرمیونی میگن، چی میگن، وساطت نکنی، بیاد برگرده بگه آقا غلط کرد، برش گردون بیا و اینها، و همین خوشحال باشی که اون رفته تو شدی شاه، شاه بی سواد بدون دیپلم. اون وقت میبینی که این شاه لایا میگن یه دکترا از اینجا گرفته، یه دکترا از اونجا گرفته، چی بوده سوار هر زنی شده بشه دکترا دادن، خجالت بکشید. حالا بیاین نگاه کنید دروغاشونو. حتما شما هم مثل من شنیدید، خوندید که رضا شاه فقیر بود و مادرش نوشافرین اینو در سرمای زمستان ورداشت و آورد و رفتن توی قهوه خونه ای داشتن میمردن و یکی آمد و گفت اینا برن تو طویله بخوابن، نجات پیدا کردن. خیلی جالب ها، تمام این داستان ها تو طویله اتفاق میفته. عیسی تو طویله دنیا میاد، آقای رضا قلدر تو طویله جون سالم به در میبره چون پهن گاو آتیش زدن گرمش شده. حالا ببینید داستانی رو که آقای آریانپور از یکی از دوستان یا دشمنان به اصطلاح شاه اللهی فرستاده، ببینید چجوریه و چقدر اینا دروغ میگن. کمرای دور من براتون روشن کنم، اینا رو خاموش کنم که هی نپره این ورون ور. 24 اسفند زاد روز رضا شاه بزرگ، حتما بخوانید. چشم. رضا شاه کبیر در 24 اسفند 1256 خورشیدی در روستای کوچکی به نام آلاش از توابع سوادکوب مازندران به دنیا آمد. جد بزرگ وی مرادخان معروف به باوندی بود و با درجه سرگردی در فوج سوادکوب خدمت میکرد. جد بزرگش و یکی از فرماندهان شجاع شرکت کننده در جنگ تاریخی هرات بود که در یکی از نبردهای همان جنگ نیز کشته میشود. پدر رضا شاه سرگرد عباس علی خان باوندی بود، این همون بود میگو داشت عباس قلی خان پسری، فکر کنم از این شعره ساختن. خلاصه اون نیز مانند پدرش یک نظامی شجاع و وطن پرست بود که به درجه سرگردی رسیده بود و فرمانده فوج اول سوادکوه شد. وی در روز 5 آذر 1257 خورشیدی حدود 8 ماه پس از تولد رضا شاه بدرود حیات گفت و سرپرستی و تربیت رضای کوچک به برادرش نصرالله خان سپرده شد. به توصیه نصرالله خان رضا که عشق نظامیگری داشت در سال 1276 وارد فوج سوادکو گردید. از تسهیلات رضا شاه در کودکی آگاهی سند دقیقی در دست نیست، اما وی قادر بود، یعنی بی سواد بود، وی قادر بود بخواند و بنویسه، که قادر بود متن رو نوشته بخواند، نمیتونست حتی بنویسه، و برای گشایش مکانی شرکت میکرد به راحتی متن مورد. پس ببینید اون داستانایی که گفتن این مادرش این رو برداشت و در سرما آوردش و رفتن تهران و بعدم اینا مزخرف و دروغ بوده و خود اینا از بس دروغ میگن نمیدونن چه کار کنن. بی خود نیست که میگن دروغگو کم حافظه است. آخوندار شما نگاه کنید دروغ میگه که این ویروس رو آمریکا ساخته که کشورهای مثل ایران رو از بین ببره. چون کم حافظه میشن دروغگوها، خودشون میان میگن که خدا این ویروس رو فرستاده که آمریکا رو از بین ببره. چی گرفتاری شدیم؟ این ور گرفتار ترامپ شارلاتان، اون ور گرفتار آخوند شارلاتان. و در همین رابطه با کرونا و اینها امروز با آقای امیر حسین لادن گفت و شنودی خواهیم داشت. شما هم طبق به اصطلاح روش همیشگی میتونید اگر سوالی دارید بنویسید روی فیسبوک یا از طریق شماره تلفن اینجا هست 202 695 2573 مال آمریکاست،
تماس بگیرید، پیام بذارید یا تکست بفرستید. آقای آریانپور در جواب این دوستمون آقای بهپور که اینو فرستاده نوشته خشت اول گر نهد معمار کج، تا قیامت میرود دیوار کج. البته تا ثریا میرود دیوار کج، درسته، چون ستاره ثریا منظورش. دوست گرامی آقای بهپور، اگر آنچه رضا شاه و اطرافیانش برپا کرده بودند بر پایه اصولی و صحیح بنا شده بود، به این سادگی در شهریور 1320 و بهمن ماه 1357 رژیم شاهنشاهی ایران با وزیدن بادی فروپاشی نمی کرد و ساقط نمی شد. متاسفم برای مردم کشوری که باید همیشه آن چیزهایی را که فکر می کند در گذشته داشته و از دست داده اند برای از دست دادنشان قصه بخورد. ارادتمند هوشنگ آریانپور. آقا نداشتیم، نبوده. اینا چون ندارن چیزی که امروز بهش افتخار کنن، میگردن در قبرسونها دنبال چیزی که وجود نداره، دنبال آدمی که الان مرده و وجود نداره. خب این از این. و این سیستم جدید فیسبوک متاسفانه نمیذاره ما دوستان رو اینوایت کنیم، باید یکم بیشتر بهش کار کنم. گفتم این بعض وقتا این جوونا برای که به اصطلاح جاب سکیوریتی داشته باشن، مطمئن بشن فردا هم میان سر کار، یه پروگرامای جدیدی درست میکنن، این دکمهشو از اینجا میذاره اونور، اون دکمهشو از اونجا میذاره اونور و الی آخر. الان شما وقتی فیسبوک رو باز میکنی روی دسکتاپ میخوای آپریت کنی، با اون تلفن‌ها و آیپد و اینا خیلی ساده‌ست، دکمه رو می‌زنی. ولی ما که سیستممون اینجوری رو کامپیوتره و باید تصویر کامپیوتر رو بدیم، این یه مقداری مشکل‌تره. از اون ور اونا مشکل‌تر، از اون ور ما پیرتر. خب این آمده الان اون بالا نوشته go live، یعنی دکمه رو بزن برو زنده، می‌زنی هیچ اتفاقی نمی‌افته. بعد دو ساعت فهمیدم اون پایینم همین go live رو گذاشته. من نمیدونم اینا دیوانه هستن. البته بعضی وقتا میپرسن، فیدبک میگیرن، به اصطلاح مینویسیم براشون که این کارو نکنید، ولی خلاصه هرچیه اینا انجام میدن و ما هم چون مفتخور هستیم و این سیستمای مجانی چویس، حقیقتا انتخاب و گزینه دیگه هم نداریم. اگه خودمونم سرور مال خودمون باشه، اون استریمر مال خودمون باشه، اینها باز باید پخشش کنیم روی به اصطلاح پلتفرم یا سکویی که اینا گذاشتن، یا روی فیسبوک یا روی یوتیوب. این چیزی که من بعضی از دوستان میگه آقا من وبسایتمو میخوام درست کنم، خیلی لازمه. میگم آقا وبسایتت هم درست بشه، شما الان یه چیزی بذاری اونجا کی میبینه؟ کی میبینه با این اسمایی هم که شما انتخاب میکنید؟ مگر اینکه 10 نفر نامه بنویسی، اون 10 نفر هم میگن اوکی، هیچ کدومشون نمیرن نگاه کنن. ولی این پلتفرم، دختره اومده بود میگه 25 میلیون فالوور داره. گفت چی کار میکنی؟ گفت هیچی، راجع به دامن صحبت میکنم، راجع به لباس صحبت میکنم. بعد این آقای ست میر شبا برنامه داره، گفت بزن منو تو آزمایش کنیم، ما 1 میلیون هم نداریم، بزنیم یه چیزی رو ببینیم، تو چند تا لایک میگیری، من چند تا لایک میگیرم. این زد، اونم زد، این 450 تا گرفت که خیلیه. 450 تا لایک، فکر میکنید اون خانمه چند تا گرفت؟ 30,000 تا، 30,000 تا لایک گرفت. اینجوری شده. در صورت آمریکا الان شرایط بسیار بدی داره، مدرسه ها تعطیل شده، کنسرت ها تعطیل شده، بازی های مسابقه که نبض درآمد شهرهای بزرگ هست به اصطلاح تعطیل شده. بعد آقا هم گفت خب حالا من 100,000 دلار، این فوتبالیستا بسکتبالیستا این همه پولای مفت مردم رو گرفتن، حالا میگه آقا به اون کسی که تو برنامه فوتبال تو میمده سوسیس میفروخته دبه در نمیدونم بلیت پاره میکرده اینا، خب یه پولی بده. بعد طرف گفت من 100,000 دلار میدم. 100,000 دلار برای اینا واقعا فکر کنم از یه پنی، از یک سنت برای من و شما کمتر باشه. در صورت حالا اون آقایی هم هست، مارک روبیو مال شارک تانک هست و تیم بسکت و اینا داره، اونم گفت من تمام اینایی که اینجا کار میکنن سعی میکنم حقوقاشونو قطع نکنم، نگه دارم. دوباره صحبت از حقوق شد، بیاین برگردیم به نادانی و شالاتانی ترامپ.
پریشب اومده حرف بزنه. اولا دوربین روشن بوده، هم قبلش هم بعدش گند زده. بیارید اگر باز دوستمون هنوز هست سعید لطف کنه اینا رو بذاره تا مردم ببینن که ما از چه چیزایی خبر داریم که میدونیم اینه. یه جایی یه صفحه ایرانی ها دارن راجع به ترامپ نوشته و وضعیتش بده، من به انگلیسی نوشتم Trump is fucked, I cannot wait for him to go south. South حالا هم اینا که ورشکست میشن میرن پایین میگن، هم این که میخواد بره فلوریدا میگن، هم اینا که میمیرن. و ایشون نوشته بود آقا مؤدبانه صحبت کنید. گفتم مردک برو ویدیوی پریشبش رو نگاه کن، خودکار اینجا جیبش خودکار بوده میگه فاکت آقای ترامپ شالاتان. اون وقت تو من میگی چی صحبت کن؟ جو بایدن داشت با یکی صحبت میکرد، مرده گفت تو میخوای اسلحه ما رو بگیری اینا، گفت you are talking bullshit یعنی تپالای گاو صحبت میکنی. بعد مرده رو آوردن توی فاکس نیوز، میخواستن حالا بگن این جو بایدن خیلی بی‌تربیت بوده و اینا، مرده گفت که نه اتفاقا این زبان مردمی صحبت میکنه، من خودم از صبح تا شب با خانواده‌ام اینجوری صحبت میکنم، با دوستام اینجوری صحبت میکنم. حالا ایرانیا برای ما شدن کاسه از آش داغ‌تر. البته خداییش کاسه ها همیشه از آش داغ‌تر بود. اونایی که مثل من میرفتن صبح زود میگرفتن یادشون که اگه یه تیکه روزنامه پیدا میکردی خوشحال میشدی، یا در هر صورت آشو که میریخت توی این کاسه روحی یا آلومینیوم هرچی بود دست که میگرفتی کباب میشدی. بمانه رو صحبت از ایرانی ها شد، اجازه بدید از خانم شهره عاصمی که ماها زحمت کشیده بود تا فستیوال نهمین فستیوال ایرانیان رو برگزار کنه تشکر کنیم، به خاطر اینکه نوشته بود که من خودم خیلی از این چیزا نمیترسم، هی به خودم دلداری میدم، وحشت ندارم، ولی با خودم فکر کردم خب تو ممکنه جونت برات ارزش نداشته باشه ولی جون مردم باید برات ارزش داشته باشه. به همین دلیل برنامه 15ام اگه اشتباه نکنم فستیوال ایرانیان رو اتفاقا من به دوستان گفتم که چون تو محیط باز هست ممکنه برگزار بشه، ولی محیط باز هم الان گفتن چون آدما میان نزدیک هم و این ویروس ناقلایی هست، اول میگفتن 3 ساعت، الان میگن تا چند روز زنده میمونه، بعد میگفتن که حتی توی سطوح دست بزنی به یه مقوا تا داشته باشه اون میگیره، و بعضی از ماها ممکنه داریم ولی ما ناقلش هستیم، داریم این رو نقل میکنیم از اینجا به یه نفر تا این برسه توی بدنی، حالا یا پیرمردی باشه پیرزنی باشه یا سیستم دفاعی بدنش ضعیف باشه اونجا بزنه اونو داغون کنه. پس دوستان به خاطر افراد خانواده خودتون، به خاطر دیگران سعی کنید این همین دست شستن آسون رو رعایت کنید. ولی دست نه اینجوری دیدین، من بعضی وقتا توی توالت ها میرم طرف میاد دستش میگیره زیر آب اینجوری میکنه انگار که فقط میخواسته به ما نشون بده دستتون رو 20 ثانیه بشورید. یادتون باشه حتما این انگشت بزرگ دکتر آز داشت میگفت بشورید اینجوری کنید وسط انگشت ها و اینا، و 20 ثانیه خیلی زمان زیادی هست، تمرین کنید. میگن دو بار که شعر تولدت مبارک که همه اشتباهی میگن تولد در صورت که مبارک اینو بخونی میشه 20 ثانیه. یا اونایی که تو چتر بازی و تو ارتش بودن میدونن شما نمیتونی بگی 1 2 3 4 این 1 ثانیه است، باید بگی 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1020 این شد 20 ثانیه. اونایی که آمریکا یاد گرفتن شماره بر اساس ثانیه میگن 1 میسیسیپی، کلمه میسیسیپی طولانیه 1 میسیسیپی 2 میسیسیپی 3 میسیسیپی تا این بشه ثانیه. حالا چرا تو ارتش تو چتربازی به شما یاد میدادن که ثانیه این نیست؟ برای ماها که به اصطلاح میپریدیم بیرون و اون از پشت بند آویزون بسته شده بود به هواپیما و چترمون رو میکشید بیرون، ما سقوط آزاد نبودیم، میگفت اگه چترت باز نشد باید 5 ثانیه شمارده باشی، نه اینکه این چتر رو، یه چتر کمک تو سینت بود اینو بکشی.
بعد میگو اگه اینو قبل از این بکشی اونم باز میشه، بعد اینجوری اینجوری میشه. البته من هیچ وقت ندیدم، ما میرفتیم زرغون میپریدیم، بهشم میگفتم با هواپیمای خرپرون. در هر صورت اونجا به شما یاد میدادن. ایشون هم خانم دکتر بهیه جیلانی، من گفتم ویروس ناقلا، ایشون نوشته ویروس، ویروس هوشمند هست. و دیروز توضیح میدادن که این ویروس از ازدواج دو تا ویروس دیگه به دنیا اومدن. و خیلی همین حرف خانم جیلانی رو اونجا میگفت که چون این از دو تا ویروس دیگه اومده، دو تا خصوصیات داره و اینها. در صورت دوستان رعایت کنید دستورات منطقه‌ای رو، محلی رو رعایت کنید. البته اشتباه از همه جا اول به من و شما میگن توی البو یا توی آرنجتون عطسه کنید، بعد میگن با آرنج به هم دیگه دست بدید. گاه آقا دست ندید، اینجوری کنید، اینجوری کنید، اینجوری کنید، دست ندید. همین آقای جیمی فالن که اینقدر اومده بود توضیح میداد، تماشاچی نبود، دیشب وقتی دکتر آز آورده بود اینجوری دست دادن. خب آقا این قبلش هم با هم صحبت کردن راجع به دست شستن. خب اگه این ویروس اینجا بوده، شما چرخوندیش آمده پشت دستت، حالا اینجوری میکنی که دکتر آز هم مریض میشه. ولی عادته، و اون وقتا هم گفتن ترک عادت موجب مرض هست، یه چیزی یا مرض میاره یا میمیری هم چیزی، ولی کار مشکلیه، با تمرین، با تمرین از بین خواهد رفت اون عادت بد. دوستان عزیز بریم سراغ آقای امیر حسین لادن از اندیشکده. و بله ایشون اینجا هستن، ولی این به صورت جمعی میاره، خدا کنه اینجوری invite more people. نه من اینجوری نمیخوام که بذارید ببینه ring the group. نمیدونم چرا ما سه تا اسم از آقای لادن داریم و هر هفته ما این اشکال رو اینجا داریم. باید اینو درستش کنم، بذارید ببینم. آه این درست شد. یکیش بوده گروپ بوده. و بله بسیار عالی، تصویر خوب. فقط من تصویر ایشون رو به سیستممون بدم و بریم نظر ایشون رو در باره اصطلاح این ماجرای کرونا و هم برخورد دولت شالاتان آخوندا و هم برخورد دولت آمریکا رو با این ویروس هوشمند ببینیم چگونه بوده. دوستان عزیز سلام میکنم به آقای امیر حسین لادن، بهشون خوش آمد میگم، تشکر میکنم از اینکه وقتشون رو به من و شما میدن. من که به نوبه خودم یاد گرفتم و میگیرم و ازشون عذر میخوام بابت هفته گذشته که فیسبوک و یوتیوب اون مشکلات رو درست کرده بودن. و امیدواریم که ما بتونیم خودمون رو با این دوستان جوان در های تک همراه و همگام به قول آقای لادن. آقای لادن بفرمایید که اوضاع کرونا رو در جهان، در آمریکا و در ایران چگونه می‌بینید؟ حتما درود بر شما، درود بر بینندگانتون و همیهنانمون. خب میدونین که در چنین موقعیتی نقش دولت یک نقش اساسی و کلیدیه. البته باید در نظر داشت که هر چیزی دو طرف داره، یعنی ملت هم نقشی دارن، مسئولیتی دارن، ولی کلید مسائل نقش دولت. اگه به ایران اول بخواییم یه صحبتی در مورد ایران بکنیم، بعد بیاریمش در مورد آمریکا یا در مورد جهان، میتونیم اونجوری ادامه بدیم. در رابطه با ایران، برخورد دستندرکاران رژیم در ابتدا یه مقداری واقعا جاهلانه بود، مسخره بود. یعنی نه تنها مسئولانه و هوشمند و کارساز نبود، بلکه پیشبینی کرده بودن که این ویروسی که در چنین با چنین شدت چین رو آسیب پذیر کرد، کوچکترین صدمه‌ای به ایران نخواهد زد. و حتی خیلی جالبه که با ژست و رجزخونی میگفتن ما به دنیا ماسک صادر میکنیم. منظورشون ماسکی که شما میذارین برای جلوگیری از شیوع بیماری. یعنی در این حد واقعا نادان. از یه طرف خب بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی رژیم
که نه برنامه‌ای داشت نه سازمانی و هیچ گونه آمادگی برای مقابله و مبارزه با ویروس نداشت. از طرف دیگه مشکل ما در ایران که این مشکل رو خب خیلی جای دیگه ندارن، خرافات و موهومات ملاها بود که شیوع ویروس کرونا رو در حد یک فاجعه در میهنمون برد جلو. یعنی الان ایران از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان بعد از چین مقام اول یا دوم رو در جهان داره. دیروز یک سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که تعداد مبتلایان در ایران بیش از 27 هزار تن هستش. این واقعا یک اوج فاجعه است. یک پزشکی که برادرش مبتلا میشه به کرونا تو ایران و فوت میکنه، اون میاد افشاگری میکنه در این مورد در ایران. یعنی میگن اصلا اون باعث شد که بیشتر مردم بدونن داستان از چه قراره. ایشون مینویسه که میگه که من رفتم از مسئول ICU خواستم، تقاضا کردم که یه تست کرونا بده به برادرم. میگه که مسئول گفت ما تست کرونا نداریم. این پزشک معترضانه میگه سیاست وزارت بهداشت در برخورد با بیماری کرونا و درمان آن تنها مختص کسانی بود که به چین سفر کرده بودند و پروتکل دیگری نداشت. یعنی این واقعا باور نکردنیه که یک حکومت در یک چنین حالتی نه برنامه داره نه سازمان و نه داره یه چیزی رو به وجود میاره که با این موضوع مقابله و مبارزه کنه. این پزشک یه اشاره دیگه هم داره، به نظر من جالبه، شاید برای بینندگان جالب باشه. میگه که زمانی که قاسم سلیمانی ترور شد، مجلس 200 میلیون یورو داد به سپاه پاسداران که در این مورد خودشو تقویت کنه. بعد میگه آیا نیازی به طرحی حداقل دو فوریتی نبود؟ آیا این نشان از مدیریت ناکارآمد ندارد؟ میبینیم که رژیم واقعا ارزشی برای سلامت و تندرستی و جان مردم قائل نیست. این از یه طرف حکومت برنامه و سازمانی برای این کار به وجود نیاورد، از یه طرف دیگه درست برعکس، یعنی به جای کمک به بیمارستان ها اومده توی بیمارستان ماموران امنیتی گذاشته که آمار قربانیان و مبتلایان داده نشه. به جای کمک به دکترها و پرستارا، اونا رو تهدید میکنه که از گفتگو با دیگران راجع به تعداد قربانیان و مبتلایان خودداری کنن. حتی دکترها رو مجبور میکنه که در یک چیزی هست که بهش میگن، فکر کنم وقتی شما یه نفر فوت میکنه میگن چی چیه مرگ، میگن ننویسین که علت فوت ربط داشته به کرونا. گواهی فوت یعنی؟ بله بله، سپاسگزارم. و این یعنی این پنهانکاری و سوء زن و اینکه حکومتگرا همه تمرکزشون روی حفظ وجهه رژیمه به جای اینی که بخواد از این مسئله در مملکت جلوگیری کنه. ببین واشنگتن پست در این مورد یا دیروز یا پریروز صبح چی نوشت. میگه دو تا قبر عمومی برای قربانیان کرونا در بهشت معصومه کندن. این دو قبر به قدری وسیع و عظیم میباشن که از فضا قابل دیدن هستن. طول هر گودال 100 متر برآورد شده. بعد میگه که قبرهای به این عظیمی نمایانگر اونه که شمار قربانیان بسیار بالاتر از آمار رسمی حکومت هست و در ضمن حکومت وقت کافی برای کفن و دفن رو نداره. من اشاره کردم به اینکه ما مشکلمون دو تاست، یکی حکومت بی‌لیاقت و بی‌کفایته، یکی هم خرافات و موهومات ملاهاست. هم راجع به خرافات ملاها دو سه چیز رو مطرح کنم اینجا. هممون میدونیم که قم یک مرکز مذهبیه
و دفتر آیت الله ها و چی بهشون میگیم مراجع تقلید در اونجاست. بنابراین تعداد زیادی ملاها و طلاب اونجا زندگی میکنن و با تمام ایران رفت آمد دارن. ولی این قم تبدیل شد به مرکز شیوع کرونا در ایران و با اینکه حکومت متوجه شد که قم وضعش چجوریه، اینقدر این قم رو قرنطینه نکردن تا تمام ایران رو مبتلا کرد و تعداد زیادی از این طلابا و ملاها فوت کردن، مبتلا شدن، فوت کردن و حتی تعداد زیادی از خانواده هاشون دوچار شدن و فوت کردن. ولی نه مدرسه و حوزه ای تعطیل شد و نه مراکز مساجد و نمیدونم حرم و جای دیگه. یعنی همین روش ملاها بدون توجه به مسائل بهداشتی و به خاطر موهومات و خرافاتی که دارن، اگه خاطرتون باشه دو هفته پیش اشاره کردیم به این که میگن اصلا اینجا حوریان و نمیدونم فرشتگان شما رو مسئول نگه میدارن از هر نوع بیماری و متاسفانه اینها بدون تجهیزات بهداشتی این ملاها دارن میرن توی بیمارستان هایی که بیماران قرنطینه شدن و اونجا مثلا براشون دعا میخونن و عکس هم میگیرن و همینطور در کفن و دفن های اونا میرن و عکس میگیرن و در شبکه های اجتماعی نشون میدن که ما داریم چجوری به ملت خدمت میکنیم و تعداد زیادی از اینا فوت کردن. یعنی فعالیت این روحانیون و ملاها باعث شده که شیوع این ویروس در ایران تبدیل بشه به یه دونه فاجعه. در آغاز گفتگو اشاره کردم که دو تا طرف داره، حکومت و ملت. میخوام یه اشارهی بکنم به نقش ملت، بعد اگه دوست داشتین میتونیم در مورد آمریکا گفتگو بکنیم. نقش دولت رو گفتیم، خرافات رو گفتیم، حالا میخوام یه اشارهی بکنیم به مردم. اینجوری به نظر میاد که اکثریت بزرگی از هممیهنانمون بیماری کرونا رو زیاد جدی در ایران نگرفتن. ببینیم که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی چه اعتراضی داره. میگه که این وزیر بهداشت به شدت گلمند از مردم. میگه چقدر باید این حرف را به مردم زد و خواهش کرد. امسال یک سال استثنایی است. شاید یک بار در قرن این اتفاق برای دنیا بیفتد. سازمان جهانی بهداشت پندمی اعلام کرده. متاسفانه در چنین شرایط سختی مردم همراهی کافی نمی کنن. مراکز خرید و فروش و مراکز خرید و فروشگاه ها غلغله است. شاهدیم که ترافیک عیاب ذهاب مردم در همان ابعاد قبل از ادامه در همان ابعاد قبل ادامه دارد. انگار نه انگار چنین اتفاقی یعنی شیوع کرونا رخ داده. وزیر بهداشت با برخی کشورهای دیگر ایران رو مقایسه میکنه. میگه به لحاظ فرهنگی با ما فاصله داره. آنها موارد را رعایت می کنند. آنها همه چیز را رعایت می کنند. مسافرت ها رفت آمدهایشان در حد صفر رسیده. در خانه ماندن به حد صد. مگر در موارد ضروری و با هماهنگی. به هر کجا بخواهند رفت آمد. ولی در ایران به هر کجا بخواهند رفت آمد و خرید می کنند. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما راجع به همین هوشمند بودن مردم و بیکفایتی دولت صحبت کردید و آقای لادن، هم شما تو آمریکا هستید هم من هستم،
چه شباهتایی میبینیم که درست همین آخونده اینجا هم متاسفانه ما اسیر این آخونده هستیم، 6 هفته این آقای ترامپ و معاونش نشستن دعا کردن گفتن اتفاقی نمیفته. و من 4 تا مورد رو شما که صحبت کردید اینجا نوشتم، شما گفتید که آماری داده نمیشه و میگن ندین و اینها، ولی از طرفی میبینیم که تعداد مبتلایان در ایران خیلی بالاست، یعنی اینها تست انجام شده. قبول دارید اینو؟ نه، میگن بیشتر بیمارستانه یه من نداریم. حالا من واقعا نمیتونم ادعا بکنم که چقدر میشه چقدر نمیشه، ولی در رابطه با این اشارهی که به آمریکا کردین، اولا که 100% دیدتون درسته، برای اینکه حکومت آمریکا هم در حال حاضر حکومت های دست راستی های افراطی و مذهبیونیه که واقعا چیز هستن، طالبان آمریکا هستن، فناتیک، بله، بنیادگرا، بله، کاملا بنیادگراهایی هستن که بدون تردید میشه با چیزها مقایسه کرد، با طالبان مقایسه کرد. در باره این تست کیت که دیگه الان معروف شده فقط بهش میگن تست که غلطه، تست کیت هست، چه دروغایی اینجا گفتن. خود ترامپ آمد گفت هر کسی بخواد میتونه، بعد فرداش دیگه اون آقا آمد بیچاره صداش هم گرفته از بس تو رادیو تلویزیون های مختلف رفته، گفت نخه ما مردود شدیم، نتونستیم، به اندازه کافی نداریم، اینجوره اونجوره. حالا تازه یکی یکی داره گندش بالا میاد و خبرها درز میکنه که اینا حتی نگذاشتن شرکت های خصوصی، به اصطلاح ما میدونیم که این شرکت های داروسازی و بیمارستان ها و اینها چقدر اینها پیشرفته هستن و وقتی صحبت از پول میشه اینا چقدر سریع میتونن اینها رو بسازن و تولید کنن، ولی مثل که قانون فدرال پیشگیری کرده و نگذاشته اینا بسازن که خود اونم یک مسئله بزرگی ایجاد کرده. و شما درباره ملاها در بیمارستان عکس گرفتن، من خندم گرفت چون مردم نوشته بودن که خب اگر این ملاها باور دارن به دعا لطفاً بیان در بخش‌های مختلفی که این افراد بستری شدن اینا اونجا باشن و دعا بخونن، ولی حالا شما میگی میرن با اینا عکس میگیرن، احتمالاً اینم یه منبع درآمدی براشون شده. و من متاسفم بعد از اینکه با شما صحبت کنم این عکس آقای دکتری رو نشون میدم که دوستی از ایران فرستاده بود با کلی تعریف که ایشون خیلی زحمت کشیده اینا، ولی با همون پوششی که حالا این پوششه رو من نمیدونم قبل از عمل یا بعد از اتاق عمل آمده بود بیرون، دختر خودش رو بغل کرده که من به این دوستم هم خیلی هم آدم خوبیه این دوستم آقای قوانلو، گفتم آقا ما از زحمات ایشون قدردانی میکنیم ولی کاری که ایشون میکنه اشتباهه. من خودم بارها گفتم یه رستورانی که با شما رفتیم ظهر شنبه که ما میرفتیم یه دوستمون میومد، ایشون آقای کلیمی هم هست دکتر دندانپزشک، با همین لباس چیز، خب این معلوم نیست این لباسی که الان نشسته داره میزنه به میز و صندلی و دست و به این و اون دست میده چه کسی از توی دهانش به اصطلاح چه ترشحی شده و فلان اینا، که امیدوارم اینم ممنوع بشه. و درباره جدی نگرفتن، خب باز برمیگردیم به این سیستم آمریکا، شما دیدید که ترامپ جدی نگرفت، گفت من دست میدم، حتی میخواست این گردهمایی‌های تبلیغاتی رو هم همینجور ادامه بده که دیگه دیروز مجبور شد کنسل کنه. از اون بدتر معاونش هم گفت نه خیر اون دست میده منم دست میدم، البته باز اونم دیروز دیدیم که با آرنج به هم دیگه دست میدادن. یعنی واقعا وقتی که شطور بود به یه قاز، وقتی که در آمریکا اینجوری رفتار میکنن، چه انتظاری از آخوندی که 41 سال به همه دروغ گفته، چه انتظاری از آخوندی که دیدیم برای رای گیری چه کارها که نمیکنن و متاسفانه باز هر دو شبیه بودن، هم امسال رای گیری هست در آمریکا هم رای گیری در ایران. من میخواستم فقط چون با یه دوستی از ایران دیروز صحبت میکردم بهش گفتم والا اینجا اینجوریه وضع خرابه خیلی چی نکنید، چیزی که هست مردم اینجا مثل شماها خیلی نگران نیستن چون اقلا فکر میکنن هنوز دولتشون به اون بدی نشده. در یه چیزی هم هست، یه چیزی هم هست. ببینید در آمریکا
در یه مورد چند هفته پیش صحبت میکردیم، من به این موضوع اشاره کردم که چک اند بالانس وجود داره. بله. یعنی مسائل بی بند و بار نیست، چیزهایی وجود داره که میتونه کنترل کنه. شما نگاه کنین که چندین استاندار و شهردار برخلاف اینی که ترامپ چه غلطی میکنه، اینا اومدن هم مدارس رو بستن، هم جلوی مسابقات ورزشی رو گرفتن، توی کالیفرنیا اعلام کردن که هیچ گروهی که بیشتر از 250 نفر باشه حق نداره دور هم جمع بشه و چیزهای مختلف. بیشتر مثلا هواپیماها مسافراتشون رو کنسل کردن. یعنی یک چیزهایی خارج از اون چارچوب رژیم فقاهتی و اون مشکلاتی که هم میهنانمون در ایران باهاش روبرو هستن اینجا هست. و یک کمی هم تفاوت اندیشه هست بین مردم اونجا و اینجا و تفاوت فرهنگ هست. شباهت ها تردیدی نیست که الان با وجود ترامپ و پنس و این دست راستی های مذهبی یا به قول شما بنیادگره ها، با وجود اینا شباهت بسیار بسیار زیاده با ملاها در ایران. ولی پوانی که اینا دارن اون تفاوتیه که استانها مستقل هستن، شهرها مستقل هستن و مردم اون کسانی که آگاهن یک از یه توانایی های برخوردار. بسیار ممنونم، خیلی خوشحالم شما مسئله چکن بالانس گفتید و من اشاره کردم در برنامه قبل خودم به این خانم پروفسوری که هم دفعه قبل اون وزیر مسکن اینجا رو زیر سوال برد و ثابت کرد به همه که کاراشون غلطه، و هم دیروز این کسی که الان اون سازمان دیزیز، من نمیدونم اصلا به فارسی ما همچی چیزی داشتیم، CDC، این آقا رو اینجوری چیز کرد. و این همون چکن بلنسی که شما میگید که هر کاری اینا میکنن میتونن انجام بدن، ولی از اون ور اونا هم هستن که به اصطلاح این رو یک استاپی بهش بدن یا اصلا اسلو داونش کنن. از این بابت ممنونم که شما با توضیحاتتون ما رو آگاه میکنید. خب شما گفته بودید که به اصطلاح دولت بیکفایت، حالا از این ورم مردم هوشیار و اینها، پس حالا بعد این ماجراها چی فکر میکنید و چه خواهد شد در ایران با این کارهای غلطی کردن؟ دیدم حتی ایران تقاضای کمک کرده از صندوق‌های جهانی و این ور اون ور، که البته امیدواریم این کمک ها اگر بهشون داده میشه دوباره سر از لبنان و سوریه و پارک ساختن برای لبنان و اسلحه و اینها نباشه. در این مورد یه مقداری لطف کنید صحبت کنید. حتما. ببینید متاسفانه جلوی اینی که اینها با پول چه خواهند کرد و نمیشه گرفت و نمیشه محدودش کرد، اونا میتونن کلاسازی کنن و کار خودشون رو انجام بدن. ولی اون چیزی که در رابطه با مردم وجود داره، من فکر کنم اون اعتراض وزیر بهداشت یه چیزیه که مردم باید بهش توجه کنن. یعنی اون حداقلیه که مردم میتونن انجام بدن. الان ما داریم میرسیم به نوروز. من فکر کنم که اگر نوروز امسال و مانند نوروز هر سال، مثلا پارسال دو سوم خانواده های ایران مسافرت کردن، خب اگر امسال این کارو بکنن من شک دارم که صدها هزار نفر مبتلا نشن. اینه که حداقل کاری که مردم میتونن بکنن، ببینید خود ما در آمریکا خودمون محدود کردیم، الان خیلی از خیابونا خلوت‌تر شده، خیلی از جاها کسی نمیره، بیشتر رستوران‌ها خلوت‌تر شده. پس بنابراین مردم یک محدودیت‌های خودشون انجام میدن که بتونن خودشونو حفظ کنن، حفاظت کنن. من فکر کنم اون یکی از کارهایی که بعد هم میهنانمون در ایران بکنن. حتی اگر ناگواره آدم یه سال صبر میکنه که نوروز داشته باشه، صبر کنن تا این برطرف بشه، بعد نوروز بگیرن، فرض کنین در اواخر بهار یا اواخر تابستون، هر موقعی که این کرونا از بین بره. بسیار ممنونم. اجازه بدید از دوستان تشکر کنیم که
اینجا هستن و خانم جیلانی از فرانسه میگن آخوند اگر عقب نشینی کند، یعنی تمام اعتقادات مردم تا به امروز دروغ بوده، به همین دلیل نمیخواهد عقب نشینی کند، اما کرونا فلسفه فکری مسلمانان را تغییر خواهد داد. شما فکر میکنید کرونا تغییر میده؟ البته اینجا هم صحبت هست و خیلی از آمریکایی‌ها میگن ما خوشحالیم که الان به اصطلاح این هایجین یا نظافت و بهداشت و اینا به حد زیادی بالا رفته و رعایت میکنن، همه از این دستمالای الکلی با خودشون دارن، همه دستاشون رو خوب میشورن و این چیزا. شما فکر میکنید که برای مسلمونا این کرونا فلسفه فکریشون رو عوض میکنه یا طبق اون فلسفه‌ای که اونها یه آخوندی یا حتی یه ربای اینجا نوشته بود که این دردیه که خدا فرستاده برای افراد همجنسگرا و آخوندا هم که خب از این مزخرفا زیاد میگن، شما چی فکر میکنید؟ ببینین، اینی که بیاد دید مسلمان ها رو اونجور که شما اشاره کردین عوض کنه، نه، من هم چیزی رو نمیبینم، متاسفانه همچین شانسی نداره. ولی آیا دید تعداد زیادی رو روش تأثیر میذاره، عوض میکنه، یه خود این برون برش میکنه؟ بله حتما. و اگه نکنه، ما باید به شعور خودمون شک کنیم، به دانش و بینش خودمون شک کنیم. خب حتی اول شما الان اشاره جالبی کردین، گفتین راجع به اون دستمالای الکلی و اینها، به اینی که مرتب دارن نشون میدن که وقتی دستتون رو میشورین چجوری بشورین، بعد از هر چیزی دستتون رو بشورین، اینا خیلی مهمه. من میدونم که توی بالاخره ما هممون هم تو ایران زندگی کردیم، همینجا با ایرانی ها اکثر هم میهنانمون زیاد اهل دستشون رو شستن نیستن، و خب این کمک میکنه و یواش یواش میشه بخشی از فرهنگ و عادت میکنیم و یاد میگیریم، بهتر میشیم. من فکر کنم اوناش خیلی مثبته، مثل یه سیلی که میزنن آدم یه تکونی میخوره، یه همچه حالتیه. ولی نه اینی که بیاد اون فرهنگ و اون دید اسلامی رو عوض کنه، متاسفانه من اونو نمیبینم. بسیار ممنونم خانم جیلانی. اضافه میکنم که حتما پول به حزب الله و دیگران خواهد رفت. ژاپن امروز 1.5 ین کمک کرده، یک میلیون و نیم ین کمک کرده. در فکر نمی‌کنم در این رابطه ها میلیون حرفی بزنه، باید سراغ بیلیون و تریلیون اینا را. بعد ایشون اضافه میکنه کمتر خرافاتی خواهند بود، شاید هم انفجار نور خواهد بود، انفجار نور یه چیز اینجوری نوشتن، نمیتونم کلمه رو درست بخونم. ولی آقای اکبری نوشتن که هنوز عید نشده مردم به طرف شمال سرازیر شدن. این رو هم من شنیدم، حتی گفته بودن که مامورای دولتی و اینها جاده شمال رو بستن و به مردم گفتن که ما میگیم تو خونه هاتون بشینین، شما راه افتادین اینجوری بدتر و اینها. و نمیدونم واقعا چی بگم، باید صبر کنیم و ببینیم. بازم ممنون از شما. ایشون میگن که تولید شک خواهد کرد. بله شک خوبه، شک وقتی که شک به وجود بیاد میرن تحقیق میکنن که به یقین برسن، اون موقع است که آگاه میشن. از این بابت من با شما هم عقیده هستم. خب آقای لادن، هفته قبل ما قرار بود با هم برنامه داشته باشیم که متاسفانه این اشکال فیسبوک و یوتیوب بود. اگر در اون باره میخواین صحبتی کنید، ضمناً من درباره مقاله های شما در برنامه خودم صحبت کردم، حتی به دوستان پیشنهاد کردم که به گویا تماس بگیرن و سایت های دیگه ای که مقالات شما و دیگران رو میبینن و این پیشنهاد اضافه کردن یک گزینه یا adding option for audio یا به قول ایرانی ها گویا رو بهش اضافه کنن. و خود شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که این مؤثره یا این ما رو از اینم که هستیم تنبلتر میکنه در خوندن؟ خب ببینید، به قول یه چیزی داشتیم میگودن شما اینه دوست داریم بودن هر دوبانه، این هر دوبانه است، من فکر کنم هر دوش میشه. ولی مثبته، من وقتی این پیشنهاد شما رو به دوستان اندیشکده گفتم، استقبال کردن، گفتن که در بین ایرانی ها کسانی هستن که نمیخونن، خب وقتی گویا باشه حداقل گوش میدن،
پس من این تعداد اون کسانی که آگاه تر میشن اضافه میشه، پس یه چیز مثبتیه. اینه که انجام چنین کاری مثبته و من با تکنیسیانمون گفتگو کردم که چجوری بتونیم اینا رو یه سیستمی داشته باشیم که گویا کنیم و بتونیم بفرستیم با خود مقاله و اونایی که میخوان و میتونن اونطوری انجام بدن. خیلی ممنون. این بنده خدا تکنیسیان شما از دست ما عاجز شده، میگه از روزی که سرکله این سربی پیدا شد کار من چند برابر شد. خیلی ممنون آقای لادن، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید، روزهای بهتری در انتظار شما، خانواده شما، خانواده بزرگمون ایرانی ها باشه، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. و متاسفانه دیدیم که باز هم آقای ترامپ با این ممنوع کردن سفر گفت که ببخشید شب این اینایی که جوک میگن آمریکایی‌ها، گفت این مثل نجارایی که همه کارها رو میخواد با چکش و میخ حل کنه، اینم همه کارها رو میخواد با ساختن دیوار، بستن راه‌ها. و به شوخی گفت این حتی اگه با زنش مشکل داشته باشه میگه پروازها رو ببندید. بعد طرف گفت اتفاقا چون خانمش خارجیه اگه پروازها رو ببنده کمک میکنه. ولی یه نفر گفت این شبیه این میمونه که یک قاتلی آمده باشه تو خونه شما و شما در رو روش ببندید، این موقع خوب بود که نیومده باشه، ولی آمد و بعدم حالا که این کار کرده میگه که انگلستان و ایرلند اشکالی نداره. کاشف به عمل آمد که این دوتا کشور اولا اونها هم تلفات دارن هم مبتلا دارن، تنها دلیلی که این میگه اشکال ندارن به خاطر این که اونجا منافع و زمین و هتلای گلف و اینها داره. شما نظرتون درباره صحبتایی که دو شب پیش این انجام داد و باعث اضافه شدن سردرگمی ها و سوالات بیشتری شد، نظرتون کلن چیه؟ واقعا اینی که بخوایم اون دید و برداشت و اون گفته های این آقا رو باز کنیم برای من باعث افسردگیه. این خیلی به شدت نادانه، به شدت یک بعدیه. و دیدین که من نمیدونم شما پس از گفته های ایشون اگه به تلویزیون مختلف نگاه کنیم و اونایی که میان انالایز میکنن و اینا رو باز میکنن و نگاه میکنن، یک نفرشون چیز مثبتی در این مورد نداشت بگه که اولا دروغ گفت، دوما هیچ کاری نکرد که بتونه آرامشی در کشور به وجود بیاره. و دیدیم که عکس العمل وال استریت چی بهش میگن بورس، بازار بورس، روز بعد بورس بیشتر از 2300 دراپ کرد که بود 10% ارزش بورس از بین رفت، یعنی چند تریلیون دلار نابود شد. یعنی عکس العمل ها همه منفی بود و فکر کنم ترامپ ارزش اینو نداره که آدم بخواد در موردش زیاد گفته بود. بسیار ممنونم. من تلاش میکنم اگر میخوام برم زندان شما هم با هم باشید، ولی شما با هوشمندی بسیار اصلا میگین این ارزش نداره در مورد تو. آقا خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم در هفته های آینده هم با شما باشیم و بیشتر با شما باشیم تا بیشتر یاد بگیریم. مرسی. پاس گذارم. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو. شما همینطور. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. من صفحه فیسبوک ایشون رو هم بهتون نشون دادم، شما میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید. اینجا باز یه بار دیگه نشون بدم، امیر حسین لادن، بله امیر H لادن. این هم از برنامه امروز ما که خیلی خوشحالم این فرصت پیش آمد تا با ایشون باشیم و به اصطلاح صحبتی داشته باشیم. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ممنونم از آقای سعید دوست عزیزمون که اون ماجرای زندان مکزیک رو هم ویدیوش رو اینجا گذاشتن. و یک کرونا ویروس پاستور، این پاستور هم همین پدر روحانی ها هستن و کشیش ها هستن و شبان ها هستن و من نمیدونم اینا کی پدر مردم شدن و روحانی هم هستن. البته میدونید درباره روحانی میگن روح و روان
مساویه، هر کسی روحانیه شما میتونید بهش روانی هم بگید. اینا هم اصلا کل این مذهبا همشون از یه سیستم مافیایی استفاده کردن، اینجوری سوار مردم شدن، پایین بیا هم نیستن. امروز ساعت 4 بعد از اون سعی میکنم با آقای حسن ارشاد در ایران تماس بگیرم. متاسفانه هنوز نتونستم با آقای مطلبی تماس بگیرم، چون آقای مطلبی اظهار علاقه کردن که میتونن میخوان در برنامه آقای ارشاد شرکت کنن، ولی خیلی مشکله. اونها 12 ساعت از ما جلوان، یعنی الان 4 صبح میشه توی استرالیا، ایران 8 ساعت جلوه میشه 12 شب، و باید یه ساعتی رو پیدا کنم که هم برای من هم برای این دوستان به اصطلاح مناسب باشه. از طرفی یک شنبه گذشته ساعت عوض شد و اتفاقا اول برنامه گفتم بگم چرا 17 دقیقه دیر اومدم، چون یادم رفته بود به دوستان در کانون آوا، به دوستان در آلمان بگم که ساعت ما 1 ساعت جلو رفته و به جای 6 با شما 5 خواهیم بود. امیدوارم این ساعت جلو رفتن و عقب رفتن را هم همین تایم زون های مختلف برای ماها به اندازه کافی در سر ایجاد میکنه. دیگه این جلو بردن و عقب کشیدنش و اینا خیلی ماجرا شده. شنیدم چند تا کشور دیگه میخوان امسال، چون این ساعته ساعتیه که حقیقیه، البته باز در رابطه با حقیقی ساعتیه قراردادی که مثلا ما 5 ساعت از لندن اون گرینویچ عقب هستیم، اونای دیگه 8 ساعت، همینجوری به ترتیب دیگه این میمونه. حتی یکی از همین دست راستی های بنیادگرا، این آقای مایک روبیو که اصلش کوبایی هست و نماینده مجلس هست و اینها، این هم آمد گفت lock the clock، clock یعنی ساعت، وقت، و lock هم یعنی قفلش کنین، یعنی الان که برگشتیم سر حال و وضع درستمون، و واقعا میریزه همه چیزا رو به هم. من اگه یک کسی برای من بنویسه این از کجا پیدا شد، ازش تشکر میکنم، چون خیلی چیزا راجبش خوندم که اصلا هیچ کمکی نمیکنه. اینو ساختن و گفتن برای موقعی که مردم مزرعه دار بودن، بعد گفت تازه حیوانات مزرعه گیج میشن، ساعت بدنشون یا اون اینا با نور کار میکنن، کاری به اینکه ساعت 4 صبح بلند شم اینجوری ندارن. ببینیم از کجا شروع شد، من حقیقتش نرفتم دنبالش، تاریخچش رو نمیدونم. بذارید این پستورم بهتون نشون بدیم که واقعا اینا پست هستن. اون قسمت اولیش درسته. کرونا ویروس پستور کلیمز هی هیلد ویورز آف کرونا ویروس ترو در تی وی سکرین. بله، از این چیزا که بوده و هست. این مرده که هنوز زنده است، جیم بیکر کیه که با اون زنش می اومد گریه میکرد و بعد چه ماجراهای چیز هنوز دارن. حالا اون اقلا میگه دوا رو براتون میفرستم، خب اینم میگه لابد با اینجوری میکنم اونجوری میکنم شفا میدم. آقای حقا همینجا از تلویزیون شفا میداد، ببخشید خانمه زنگ میزد میگفت خونریزی دارم، حالا یا سر کارش گذاشته بودن. این مردکم مینشست میگفت دوستان من و شما تمام بینندگان بریم وسط پای خانم فلانی شفاشون بدیم. یعنی کاری نداره ایرانی باشی، حخایی باشی، پخایی باشی، وقتی اینجا پخ باشه اینجوری میشه. در صورت خیلی ممنون که اینو فرستادی، بعدا نگاه میکنم. و بذارید چند تا از چیزایی که نوشتم، من این اسکایپ اینجا خاموش کنم و چند تا از چیزایی که براتون یادداشت کردم بخونم و برنامه امروز رو به پایان ببریم و تلاش کنیم که با آقای ارشاد، ولی باز همون فکر که میکنم اینم ساعت استرالیا خیلی، البته ایرانی ها میدونید میگن تازه ساعت 10-11 میرن شام میخورن برمیگردن تا 2-3 صبح تلویزیون نگاه میکنن. فکر نمیکنم آقای ارشاد اینجوری باشه، ایشون هنوزم که هنوزه کارگری هستن که مغازه خودشون رو دارن و کار میکنن، برنامه تلویزیونی تهیه میکنن و فعالیت های به اصطلاح خوندن و اینها دارن. من فکر نمیکنم آدمی باشن که تا 2-3 صبح بشینن. پس بذارید اینو یه وقت دیگه ترتیبش رو بدیم نگاه کنیم. ولی برنامه 261 به اصطلاح آقای ارشاد رسید، ضبطش کردم و اینجا هست و با هم ساعت 4 بعد از ظهر نگاه خواهیم کرد. و اما ببینیم که میگه که ترامپ
reportedly said to declare national emergency over coronavirus. بالاخره تصمیم گرفته national emergency. همونجوری که بهتون گفتم این هر کاری هم میکنه و همونجوری که آقای لادن گفت بعدش آمدن در تمام تلویزیونا که میچرخیدید شما میدیدید که به یک نوعی حتی فاکس نیوز هم چند نفرشون گفتن این کار نمیکنه. مثلا میگه که تکس کات، یعنی مالیات رو کم میکنم، 2% مالیات کم بدیم. طرف میگه آقا اگر سعید 100,000 دلار، راستی 100,000 دلار حقوق میسازی، اگه میسازی خب حمایت کن، 100,000 دلار حقوق میسازه توی فرهنگ، شما 2% بهش تخفیف میدی میشه 2,000 دلار. خب این که حقوقش داره، تخفیفی لازم نبوده بگیره، تو بده اینو به اون بیچارهی که مثلا دم مدرسه اینا 4 تا ساندویچ می آورده میفروخته، الان مدرسه تعطیله نمیتونه ساندویچ بفروشه، اون تو بهش تخفیف بدی، وقتی کسی پولی نسازه مالیاتی هم نمیده، چه سودی گیرش میاد؟ باز 100 رحمت 1,000 رحمت به این جورج بوش احمق که ما حالا داریم قدر اونو میفهمیم. درست مثل این آخوندهای که آمدن ملت میگن چه شاه خوبی داشتیم، همین کفندوزها اینجوری هم. حالا میفهمیم که اون جورج بوش وقتی آمد گفت به هر نفری 800 دلار میدم، الان به این میگن مردک تو اگه میخوای کاری کنی به هر آمریکایی نفری 1,000 دلار 2,000 دلار، به بچه ها 500 دلار 1,000 دلار بده، که اونی که معلمه، اونی که کارمنده، اونی که راننده تاکسیه، اونی که راننده اوبره، اونی که ساندویچ فروشی داره، اونی که تو خیابون با ماشین آشغالی کار میکنه، همه اینا یه پولی دستشون بیاد، چون توی این وضع به همشون به یه جوری ضرر خورده. البته کارمندای دولت حقوقشون رو میگیرن، تازه از خداش دیگه خرج پارکینگ و اینا هم نداره که بره واشنگتن 40 دلار بده ماشینشو پارک کنه یا با اتوبوس برو بیا، پس اون به نفع شده. ولی از اون ور میبینی که بچهش مدرسه نمیره، باید بشینه تو خونه بچه داری کنه، که خب بازم میشه گفت به نفع شده، باز اولا این هستش. در صورت یه عده‌ای خیلی ضرر میکنن، یه عده‌ای کمتر ضرر میکنن، و ببینیم چی میشه. فقط اگر به دعا باور دارید دعا کنید، اگر امید باور دارید امیدوار باشیم که این به زودی بگذره و به قول معروف این نیز بگذرد باشه. درباره خانم شورای آسمی گفتم و تشکر کردم از اینکه ایشون به روز خودشون رو تطبیق میدن، ولی اگه یادتون باشه هفته پیش گفتم که این دوستان کانون آوا ببخشید، دوستداران فرهنگ اینجا گفتن سخنگومون نیومده، ویزا نگرفته، هواپیما فلان اینا، بعد به خاطر بهداشت تعطیلش میکنیم، بعد دیدن یه مش پیرپاتاری کجا برن، گفتن نه میایم، حالا دیگه مردیم هم مردیم. و امروز دیدم که نوشتن دوشنبه 16 برنامهشون آقای کنگرلو، چه طلای نابی، نه اروشیروان کنگرلو، اروشیروان کنگرلو مجری برنامه بود، صدا داشت و الان بازنشسته، اون آقای کنگرلویی که خودش رو نوکر و غلام حلقه به گوش رضا پهلوی کرده، قرار بوده بیاد صحبت کنه، نوشتن به دلیل اینکه از لحاظ بهداشتی و اینها درست نیست این برنامه رو کنسل میکنه. این کار خوبیه و ما هم بله بچه ها مدرسه هستن، نوه بنده هم اینجاست و از پشت در هی صدا میزنه، هرچی هم بهش میگم کار دارم و اینها حالیش نیست، میگه اگه کار داری مثل بابام باید بلندشی بری بیرون. اینم از این. و ببینم دیگه براتون چی گذاشتم، اینو پاک کنیم، این پسترو کرونا در ایران و مشخصات 53 تن. تا دیروز من مشخصات 24 تن رو خوندم و در رابطه با تعداد چیزم بهتون گفتم که اون آماری که اومده بود، چون آمریکا با این سیاستی که ترامپ داره نتونسته تعداد مبتلایان رو، عددش رو به درستی مشخص کنه و این عدد رو ببره بالا، تعداد تلفات به نسبت عددی که موجود هست زیاده و نفر اول هست. ایران هرگز نخواهد گذاشت مگر ایدز پیدا شد، بذارید ببینم، مگر ایدز پیدا شد واکسنش، ویروس بسیار سخت خواهد بود، ما عادت به ویروس خواهیم کرد. حالا یه چیزی به شما میگم، میدونید که همه ایرانی ها وقتی آزمایش سل میکنن حتی مشکلات اقامتی ایجاد میکنه، وقتی میخوان بیان چیز سل داریم. حالا شاید ماها هم یه جورایی
به دلیل همین آبایی که توی یک مراسم توی اتوبوس با یه شیرازی میگن تنگ آب، با یه پارچ آب، با یه لیوان به 40 نفر آب میداد. الان اینجا تو کلیساها با همون لیوانه یه و اون دست کثیفش که معلوم نیست اون پشت با بچه‌ها چی کار میکرده، یه دونه از این بیسکوتا میزنه کامین چه چیزی همینجوری بهش میگه، بعد اون لیوان حالا یا شراب یا خون جیززه میده، همه لب میزنن که از 3-4 روز پیش گفتن این کارم نکنید، اینم به اصطلاح چی میکنه. شاید همین کارا، یادتونه سقاخونه ای بود سر گذر یه کاسه زشت کج و موجی رو با زنجیرم بسته بودن بهش، این اون آب میخورد میرم، مثلا از فوتبال که میمدیم، از بازی که میمدیم 12-13 نفر با همین یه کاسه، چون معمولا زنجیرم بسته بود، شما مجبور بودی یه جش دست بگیری، یعنی لبا همه همونجا، خلاصه عرق خورم که قربونش برم، همه با انگشت توی ماسخیار رو یا با یک قاشق، ای خیلی پیشرفته بودن با یک قاشق ماسخیار رو میخوردن. شاید اینا کمک کرده ما پوسکلوف بشیم. و من دیروز به این فکر بودم که توی برنامه هم اگه نگاه کنید بهتون گفتم مثل تنگی نفس و اینا، شاید ما یک کرونای لیم ملول کوچولوی گرفتیم و تصمیم گرفته فعلا ما رو ول کنه و رفته. کنگرلو با نوریزاده میانش خوبه. کدوم کنگرلو رو میگیم؟ چون الان دو تا کنگرلو داریم، یکی آقای انوشیروان کنگرلو داریم که ایشون با همه میانش خوبه، آدم بسیار خوبیه، و یکی اون یکی اسمش نمیدونم چی، اصلا اینقدر آشغال کله هست که نمیخوام بدونم. دوستان عزیز، ساعت 3:44 است به وقت جدید آمریکا، که همون وقت درست هست، چون اینا ایام زمستون اول پاییز یه ساعت ساعت رو میبرن عقب، اون ساعت قلابیه که امیدوارم دیگه این کار رو نکنن و یک نگرانی برای این و اون کمتر باشه. بذارید ببینیم که ستاد کل نیروهای مسلح گفت روند خلوت کردن شهرها در 24 ساعت آینده سازماندهی میشود. همینجا این دیوانه ترامپ آمد، حالا اینو نوشته بودن بهش داده بودن، اولا همه امفسایز، همه تکیه و اصرارشون بر این بود که بگن این ویروس خارجی، خب فورینر ویروس اوکی. آمد و نوشت، از رو نوشته خوند 10 دقیقه، برید حتما قبلش و بعدش دوربین روشن بوده ببینید اینو، که میگه این دفتر رو بذارم اینجا خوبه یا دفتر رو بذارم اونجا اینا. بعدش هم تموم که میشه میگه اوکی، یعنی چقدر راحت شدم، مثل که به زور آورده بودنش که اینو بگه. یاد نوار شاه افتادم، بهتون گفتم بعضی وقتا با دقت که نگاه میکنید این طرف ترامپ شاه رو میبینید، دوباره بهش نگاه میکنید آخوند رو میبینید، یعنی ترامپ معجونی از شاه و آخوند بماند. اگه کسی انوشیروان، نه اون یکی که منم اسمش رو نمیدونم، بله اون که نوکر رضا پهلوی شده، دکتر سامتین کنگرلو بمانه، بله این مدت هم با آقای شهرام همایون جور بود، مثل که اینا دیدن رضا پهلوی حال نداره، خودشون میخواستن رئیس جمهور و نمیدونم شاه بشن، که فعلا شاه زیاد داریم، ملت، امت، مردم اونو نداریم ما. خب ممنونم از یکایی که شما دوستان که هر وقت من سوالی دارم بلافاصله شما پاسخ میدید و با ما هستید. سعی کنید که از لحاظ مالی هم حمایت کنید، چون واقعا وضع خیلی خرابه و ما هم دیگه تا یه حدی کشش داریم از جیب خودمون، از وقت خودمون خرج کنیم. و بذارید من براتون این دوتا رو اینجا روشن کنم، یکی این یکی اینفو. اینه پیپل، خیلی ساده روی این لیست اشتباه زدم، 8 اینه، اون 9 بود ببخشید، بله بله paypal.me که من نمیدونم چرا نمیذاره paypal.com که دیگه آدم یادش نره /forward/ یا ممیز مردم تیوی، اینا هم هر کدومشون یه اطفار جدیدی میریزن و مردم رو سر کار گذاشتن. در اصل این آدرس که الان میبینید paypal.me، حالا اگه یادتون رفت به من یه ایمیل بزنید من براتون میفرستم. در حالی که روز گذشته دونالد ترامپ، بله وقتی هم گفت که نیان هواپیماها اینجا به مدت 30 روز، باعث شد که مردم آمریکایی که خارج از آمریکا هستن با هزینه‌های زیاد بلیط‌های گرون بخرن، از اینجا برن اونجا، از اونجا بیان اینجا،
بعدن گفت که نه اینا میتونن بیان، نمیدونم مواد غذایی و کالا و اینا میتونه بیاد. برید اون 10 دقیقه رو گوش بدید و برید بعدن که هی توییتر میزنه عوضش میکنه گوش بدید. یعنی شما مثل اینایی هست که هواشناسی جوک براشون میگن، میگن اگه یه نفر اینقدر اشتباه کنه دیگه فردا نمیتونه بیاد سر کار. ولی ببینید این چقدر تا حالا تو 3 سال گذشته بیش از 16,000 تا دروغ گفته، همه هنرش به قول معروف هنونای به قول شیرازی ها این بود که وضع اقتصادی و اونم وضع استاک مارکت رو برده بالا، که استاک مارکت هم چنان با سر آمد پایین که هر از مدتی بهش مثل سیرکت بریکر، مثل فیوزای برق بریک میدن، 15 دقیقه اصلا خاموش میکنن، میگه هیچ که نمیتونه بخره، هیچ که نمیتونه بفروشه. البته یادتون باشه تو همین بازار هم یه دستن که میفروشن، یه ساعت دیگه که آمده پایین تر میخرن، به اینا میگن دی تریدر. خیلی از دوستای من این کارو میکنن و به منم گفتن این کارو انجام بده، گفتم نمیخوام، مگه من چند سال دیگه زنده هستم که نگران این باشم که این رفت بالا این اومد پایین؟ مردشور بازار سهام و مردشور دستندرکاراش نه شماها اگر دارین، اگه دارین سهامتون هر وقت رفت بالا، حالا که میدونم میگین ای میخواستم پول بدم سوربی ولی سهامم نصف شد. راستی اگه سهامتون نصف بشه بیشتر ناراحت میشین یا اگه خانمتون ازتون طلاق بگیره؟ بنویسید اینجا و چرا، بنویسید تو فیسبوک 2-3 تا جوک بگیم در رابطه با دست شستن و اینها. دیروز رفتم یه جایی نهار بخورم، وقتی نهاری گرفتم اینجوری بود که همه اینا با هم فریاد میزدن دستتون رو بشورید، فراموش نشه، don't forget to wash your hand. میدونید بعض رستوران ها اینجوری میکنن، یه مومنتوم، یه شتابی به بیزینسشون میدن. این کارو این رستوران محلی چیز انجام میداد و من همون موقع دوباره یاد این جوکه افتادم که فکر کنم هفته پیشم گفتم. طرف گفت آقا از بس تو تلویزیون به ما گفتن دستتون رو بشور، رفتم توالت آمدم دستم رو شستم، حالا که نشستم تو ماشین یادم افتاده که کونم رو نشستم. چه وضعی. آها، در رابطه با برنامه قبلی که داشتم، آقای سعید کاووسی که به غیر از به اصطلاح ایراد گرفتن چیزی نداره، حالا من اگه ایراد میگیرم دو تا راه حلم، دو تا جوک و اینا میگم، آمد و گفت که آقای سوربی این فسیلا چیه؟ ما با یه آقای 38 ساله داشتیم مصاحبه میکردیم، میگه آقا این فسیلا چیه و شما یه خانم خوشگل بیار درباره چلو کباب صحبت کن، بیننده ها میرن بالا. یادم میاد جوون که بودیم، دانشجو که بودیم، یه دفعه رفتیم بالای باقای قصر و دشت و اینها و وقتی آبجو و مشروب و اینا رو از اون آقای همایون بود خوراک چهارای پارامون میخریدیم، جامبون و مامبون اینا رو میبردیم گذاشتیم زمین، یکی از دوستا خواست شوخی کنه به دوستی که همراه ما بود، حالا این شل آبجو، صندوق آبجو چرا میگفتن شل نمیدونم، لابد اروپایی ها میگن، آورد گذاشت، گفت که خب آقا دست درد نکنه، خوراک آوردی، آبجو آوردی، خانمت کو؟ گفت باور کن هم به مامانت زنگ زدم هم به خواهرت زنگ زدم، دوتاشون رفته بودن سر کار. نکنید آقا، خانم لیلا میلانی ها، منم برای آقای کاووسی نوشتم که سعید جان لیست فیسبوکتو نگاه کن و ببین یه خانم خوشگل شما بیا، خانم آوردن از شما، چلو کباب و مصاحبه از من. بابا نکنید به کسی که 20 سال نشسته توی این تلویزیون و حریف میطلبه، شما به این جوک نگین، به این مطلق نپرونید، آبرو خودتون رو نبرید. خانم لیلا میلانی، شما وقتی من راجع به آفتاب صحبت میکنم نیا بگو پس کار تلویزیونای ایرانی چیه، اینا باید آفتابه بیارن به مردم یاد بدن چجوری از آفتابه استفاده کنن. منم گفتم شما بده، عمدنم گفتم شما بده، گفتم شما بده ما هم نشون میدیم. بعد نوشتم منظورم آفتابه بود، شما آفتابه بده ما نشون میدیم. میتونستم بگم شما بیا اینجا بشین نشون بده کونتو چجوری طهارت میگیری تا من فیلم برداری کنم. نکنید، خجالت بکشید، اگه یه چیزی رو مینویسید از خودتون خجالت بکشید، ورش دارید. ولی میخوای جوک بگی، میخوای فحاشی کنی، بفرمایید این گوی و این میدان. خب دوستان عزیز، ساعت 3:52 است. کرونا در جهان، اعلام وضعیت اضطراری و آماده باش ارتش در اسپانیا.
یادتونه وقتی که سیل اومده بود توی شیراز و این ور و ور هی میگفتید چرا ارتش میاد؟ من میگفتم آقا ارتش برای همینه، ارتش برای حکومت نظامی نباید بیاد تو شهر، ارتش در رابطه با چیزهای داخلی فقط موقعی که یه اشکالی هست طبیعی فلان میاد، ولی چه استفاده ای حکومت ازش میکنه اونو زیر سوال ببرید. اینجا الان گارد ملیشون میاد، نشنال گارد خوراک میاره، مواظب شبا خونه های این اونو به اصطلاح سرقت نکنن چی نکنن. ما همه چیمون یه چیز دیگه هم، یه چیزی بدونی که بلد باشیم هی ایراد بگیریم. اقلا تحقیق کنید، مقایسه کنید. ارتش اسپانیا در خیابون، آقا گور پدر آخونده، ولی اگه ارتش آورد که شب به دختر تو تجاوز نکنن ازشون قدردانی هم بکن، ولی اگه ارتش آورد تو رو تو وایسه به ارتش بگو تو چقدر بیغیرتی، تو بچه منی، تو پسر منی، تو فامیل منی. ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی. این شعارها رو اونا چقدر قشنگ ساختن. و من و شما رأی من کو؟ آقا عقب افتاده، رأی دادی؟ نه رأی ندادم. آقا همایون گفت رأی نده. خب خاک بر سرت که به حرف همایون است. خب کرونا بله، یک سال پس از حمله به مساجد نیوزلند تهدیدهای نجات پرستانه هنوز باقی است. کرونا در ایتالیا آی سی یو سهم کسانی که شانس زندگی بیشتری دارن. نگاه کنید دوستان، ایتالیا، اونجام امکانات نیست. میگه اونی که میخوایم ببریمش آی سی یو باید کسی باشه که نمیتونه معمولی نفس بکشه که بذاریش دیرین دستگاه های چیز، و الا هر کسی را افتاد قرار نیست بهش آزمایش. ولی اینجا میگه وقتی هم علائمش رو داره باز اون تست کیت وجود نداره، چون پنس نشسته بود دعا میکرد که بگذره. اصلا گفت به خاطر باور من به دعا ترامپ به من اینو داده. ترامپ هم که گفت من اصلا برام نگران دست میدم به اینو. بعد یکی آمد گفت کسی که میره با فاحشه ها میخوابه بدون اینکه کاپوت استفاده کنه نگرانه که دست که میده به اینو اون. ولی آخرین خبر این بود که خودش دخترش اینا ممکنه مبتلا شده باشن. نخستین رئیس جمهوری زن در یونان سوگند یاد کرد. یونان هم وضعش خیلی خرابه، امیدواریم حالا این خانم رئیس جمهور جدید بتونه درستش کنه. من همیشه گفتم که امیدوارم زنها به اصطلاح سیستم دنیا رو در دست بگیرن. ببینیم آقای کاووسی این بار چی میگه. میگه آقای صوبی جان پنجمی صحبت نکن. ببینید دوستان، این آقای کاووسیه که میاد، من دارم با یک کسی مصاحبه میکنم، وسط مصاحبه زنده مینسه شما خانم بیارید و چلو کباب صحبت کنید. ما جهان پنجمی هستیم ولی ایشون جهان اولیه، درست مثل ترامپ ایشون. خب صحبت نکن، دروغ نگو، من ایراد نمیگیرم، شما هی ایراد میگیری. من میگم عقب افتاده هستید و راه حل قبولی واقعیت است که هیچ کدومتون قبول نکنید. آقا قرار شد شما بری خانم بیاری، من اینم پاک میکنم، از این به بعد اصلا نه محلت میذارم نه چیزی. اگرم دیگم بیشتر نوشتی مثل همون دفعه که بلاکت کردم بلاکت میکنم. کدوم ارتش سپاه که تا 24 ساعت دیگر رسما همه چیز را در دست میگیره؟ شما اسپانیا رو با ایران مقایسه نکنید، ما ارتش ملی نداریم. آی گفتی خانم جیلانی، ما ارتش ملی میخوایم مثل دوره شاه. نه دوره شاه ما ارتش ملی داشتیم، ما سرود ملی نداریم، ما سرود ملی نداشتیم، سرود شاهنشاهی داشتیم. بانوی گرامی، این آخوندها فرزندان خلف شاه هستند و درست سیستم اشتباه 57 سال پهلوی رو اینا دارن ادامه میدن. 57 سال به اضافه 41 سال 98 سال بدبختی. امیدواریم دو سال دیگه جونشون بالا بیاد، میشه سال 1400 اونجا، سال 222 اینجا، یه چیزی بهتر بشه. درصد ممنون، متشکرم. همینه، شما وقتی میگی کدوم ارتش، اوکی سپاه، سپاه مالکیه، مال آخونداز، این خانواده سپاه کیا هستن؟ پس اونایی که میگن 99% نشستن تو ایران منتظر من عقب افتاده اپوزیسیون، اونا دروغ میگن. من و شما دروغ نمیگیم. من میگم کار ارتش اینه، شما میگی این ارتش ارتش مردم نیست. شما درست میگی، منم درست میگم. از دست اینجوری میگن دیگه، اینجوری دست بدیم از راه دور
روی ماه یکایک که شما دوستان رو میبوسم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ساعت 3:57 دقیقه است، پس فرقی نکرد. ایشون نوشته پس فرقی نکرد. خب دوستان، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. لطف کنید، لطف کنید، حتما 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 بعد از برنامه از طریق این لینک حمایت کنید. این هم از این paypal.me/ یا ممیز مردم تیوی. اگر هم مشکلی داشتید با من از طریق ایمیل info@mardomtv.com یا usa.sorbi@gmail.com تماس بگیرید. باز هم از اینکه تلویزیون مردم رو تماشا میکنید ممنونم. اگر شیر کنید ممنونتر و متشکر میشم، و اگر حمایت کنید دیگه ممنونترتر میشم. ما یه شوهرمه داشتیم میگو اون که دیگه بهترترتره، خیلی تر. دوستان خدا نگهدار، با امید دیدار. روز روزگار و شما خوش.